ولی 31 نفر تاکنون با اسم نام حقیقی آمدند. اینها تعریفشان هست پیشگامان بنیانگذار. و بنا به تعریف آیین‌نامه مقدماتی نهاد مردمی، به محض اینکه تعداد پیشگامان بنیانگذار نهاد مردمی از مرز 100 نفر رد بگذره و حداقل هم 30 روز از روز معرفی نهاد مردمی که روز 12 سپتامبر بود گذشته باشه، این 100 نفر یا هر تعداد بیشتری که تا اون موقع اومده باشن شروع خواهند کرد و از میان خودشان 5 نفر رو پیشنهاد شده، 5 نفر. حتی آیین‌نامه مقدماتی انتخابات هم باید توسط این گروه بنیانگذار تصویب بشه، رأی گیری بشه جلوی چشم مردم ایران در پیشگاه سازمان‌های بین‌المللی و برای اولین بار به صورت شفاف‌ترین نوع انتخاباتی که در بعد از انقلاب، بعد از این حکومت آخوندها اومده، انتخاب میکنن یک هیئت امنایی رو و اون هیئت امنا برای اولین بار در این 30 سال میآید و هیئت امنای منتخب مردم ایران یک سازمان حقیقی و حقوقی در یکی از کشورهای خارجی که حداقل یکی در آمریکا باید باشه و احیانا در کشورهای دیگه ثبت خواهند کرد. و تازه همونجوری که خسرو عزیز گفت، این سازمان و ساختار نهاد مردمی متولد میشه، هنوز متولد نشده، هنوز همینجوری که ایشون به چقدر به زیبایی گفتن در اون دوران فاز صفر و جنین هست که هنوز تازه را میفته، جلوی چشم شما متولد میشه. هیئت امنای انتخاب خواهند شد، ثبت نام حقیقی خواهند کرد این سازمانو و بعد کارهای دیگر، انتخاب مدیر اجرایی، در دریافت همیاری ها توسط مردم و و و. اجازه بده که در اینجا من از آمریکا بریم به ایالت پنسیلوانیا و صحبتی داشته باشیم با یک ایرانی عزیز، یک ایرانی وطن پرست عزیز که ایشون همسر فرهمند کلایه عزیز هستند. فرهمند جان لطفاً میوت کن همه چیزو. اوکی، لطفا صدای دیگر رو قطع کن، من صدای خودم دارم اونجا میشنوام. همه چی رو میوت کن که بسیار خوب. هموطنان عزیز، روی خط سکایپ شخصیت حقیقی و عزیز خودمون فرهمند کلایه رو میبینید که ایشون همسرشون به نام مهنوش کلایه چند ساعت پیش در سایت نهاد مردمی ثبت نام کرده و شخصیت حقیقی شدن. این فرهمند جان درود بر تو و شما لطفا خانومتون رو معرفی بکنید به همه عزیزان در سراسر دنیا. تصویر من داریم؟ تصویر رو داریم، همه هم دارن میبینن. جان رو کش ایمان جان، هموطنان عزیز در تمام دنیا، فقط باعث افتخاره که مهنوش کلایه رو به تو معرفی کنم. ایشون انقدر من شبا و روزا چی میگن؟ دیوانه این نهاد مردمی شدم دیگه، تمام زندگی نهاد مردمی است. و دقیقا دیگه انقدر تصمیم گرفت، کنجکاو شد که ببینه چیه دیگه، خودش هم دیگه تصمیم گرفت بشه. همین مهنوش. مهنوش خانم سلام، درود بر شما. یک کم عقبتر تشریف ببرید که قشنگ چهرهت نزیادی را. خیلی عالیه، عالیه. بفرمایید در رو به دوربین همینجوری که نگاه میکنید خودتون رو معرفی کنید، با عزیزانمون در داخل کشور ایران و سراسر جهان صحبت کنید. خیر مقدم به شما، به نهاد مردمی. بفرمایید مهنوش عزیز. درود بر همه، درود بر دوستان عزیز در ایران. خیلی اولین باریه که در تماسم با دوستان داخل ایران، امی جان و ایمان جان. امیدوارم که زمانی بشه که ما هم بتونیم برگردیم و بتونیم با دوستان در کنار هم باشیم. الان من سالهاست که بیرونم و من دانشجو بودم اونجا، مجبور شدم که از ایران خارج بشم و خیلی دوست دارم که برگردم، خیلی دوست دارم که اوکی. این کم خیر خیرش شد.
اجازه بدید من قطع بکنم و دوباره با صدا بگیرم برای اینکه آخرش داشت خرخر میکرد. مهروشان ویدیو داشت خرخر میکرد، قطع شده بود، من فقط از طریق صدا شما رو گرفتم. لطف بدید کنید ادامه بدید صحبتتون رو. صدای من بفرمایید. اصلا مسیج من به تمام افرادی که داخل ایران هستن، تمام افرادی که بیرون از ایران هستن، مسیج من اینه که ما همه باید متحد بشیم برای یک ایرانی که ایران آزاد باشه. و تمام آرزوی من تو این سالها این بوده که بتونم برگردم، ولی برگردم به کشوری که به اصطلاح ویلکام افرادی این من که به اصطلاح خارج شدن به شرایطی و they don't feel welcome back. ببخشید خود من انگلیسی صحبت میکنم، زیاد فارسی روان نیست، ولی این امید منه که حتی بچه هامو بتونن ببرن به ایران و به اصلا کشورم رو ببینن، وطنم رو ببینن و جایی که به دنیا آمدن ببینن، ببینن که ایران واقعا ایرانه، همین ایرانیه که همه دنیا باید توجهشون به اون بشه. و امیدوارم روزی که بتونیم این کار بکنیم و امیدوارم که همه متحد بشیم این فرانت لاین که بتونیم به اصطلاح تمام اختلافاتمون و تمام اختلافات عقیده‌ایمون رو بذاریم کنار و بتونیم به عنوان یک ایرانی اتحاد یونایت از ایرانیه، نات یونایت از اقلیت‌های مختلف، مذهب‌های مختلف، بتونیم ایران رو به دنیا معرفی کنیم. و این امید منه، آرزوی منه و همیشه با بچه هم صحبت میکنم، امید به روزی که به سلام ببینیم ایرانی که امید همه است. خیلی متشکرم که به من وقت دادید و به امید روزی که بتونیم برگردیم به ایران. مهنوش عزیز خیلی خیلی متشکرم. واقعا الان بچه هایی که توی اتاقای بیلوکس هستن و پلتاک هستن دارن برای شما گل میفرستن و تشکر میکنن از این پشتیبانی شما و امیدوارم که چهرهتون هم دوباره داریم برای اینکه این قصرش کم اینترنت سرعتش کم شده بود. هر موقع هم که فرصت کردید میتونید برید تو سایت و عکس خودتون رو تو اون قسمت بذارید و من از دور روی ماهتو میبوسم. فرهمند عزیزم که نیویورک قوقا کرد و فرهمند جان خسته نباشی و با شما به زودی صحبت خواهیم کرد. Welcome back و فعلا خدا نگهدار مهنوش و فرهمند کلایه عزیز. تشکر. مرسی ماجا. بای بای. مرسی. هموطنان عزیز توجه بفرمایید. ایرانیان از سراسر جهان. قسمت اول خسرو چاوشی از سوئد. بخش دوم مهنوش کلایه. شما ایرانیانی که داخل کشور هستید و اپوزیسیون خارج از کشور، میدونستید که یک خانومی هست به نام مهنوش کلایه در پنسیلوانیا در فیلادلفیا قلبش برای ایران میتپه و اینجوری عشق میورزه و آماده است که پا و قدم جلو بذاره بگه من برای کشورم میخوام کاری بکنم؟ میدونستید اصلا؟ خبر داشتید؟ من نمیدونستم، من 5 ساعت پیش فهمیدم، امروزم برای اولین بار برایشون آشنا شدم. این نهاد مردمی است که خسرو چاوشی راجبش صحبت میکرد. این یعنی ایرانی که ما امیدواریم هر چه زودتر بعد از انحلال رژیم ملاها بهش برسیم که مردم بیان جلو و بگن آقا من این شخص هستم و من این دولت رو میخوام، من این حکومت رو میخوام، من این هیئت امنا رو میخوام، مناظره بکنن، نقد بکنن، رأی بدن و انتخاب بکنن. داریم کم کم شروع میکنیم و مطمئنم که موفق خواهیم شد. بسیار خوب. ریپابلیکن میگه نه والا من که نمیدونستم. ریپابلیکن نمیدونست، منم نمیدونستم که مهنوش کلایه‌ای هست. خب اجازه بدید که الان قبل از اینکه بریم حالا از فیلادلفیا مثل اینکه به نیویورک و واشنگتن دی سی و صحبتی داشته باشیم با سهیل توکلی عزیز، این عزیز هنرمند که گالری جدیدی داره آماده کرده و راجع به اون صحبت بکنیم، میخوایم بریم و به رادیو تلویزیونی 24 ساعته نهاد مردمی و ببینیم توش چه خبره. یه دونه دو تا از این ویدیوهایی که شما فرستادید، صحبت و هر چیزی که فرستادی که نمیدونم چی الان شانسی میزنیم و ببینیم چی در میاد. الان میریم رو صفحه کامپیوتر و این دکمه رو میزنیم ببینیم که از توش چی در میاد. با همینو گوش میدیم و بعد
میریم با پلوی سهیل توکلی. دلم میزد نگاهم